حکایت اول یا ثواب کنم. صبح یکی از روزهای اواخر تابستان در دفتر کارم نشسته بودم و داشتم مثل همیشه برای خودم قلم 100 تا 1 قاز می زدم. حالا حتما پیش خودتان فکر می کنید دفتر کار چه جور جایی است. این دفتر کار حقیر اتاق قناسی است حدود 3x4 متر با 2 پنجره کوچک دراز بیقواره رو به خیابانی پر رفت و آمد در شهر تهران. 7-8 سالی است این تک اتاق را از دوست چشم پزشکم اجاره کردم که بر اثر بد اقبالی به ادبیات و هنر دلبستگی پیدا کرده و در نتیجه وضع مالی درخشانی چون بیشتر همکارانش ندارد. خودش هم مستأجر دامادشان است و از آنجا که این اتاق قناص برایش زیادی بوده و در ضمن به دلیل لطفی که به حقیر دارد و صبحها اسیر بیمارستان دولتی است و فقط عصرها به قول و اصطلاح جماعت پزشکان در مطب می نشیند و مریض می بیند، آن را در اختیار بنده گذاشته است. تا کنون هر طور بوده با هم کنار آمده ایم. اجاره و پول آب و برق و گاز و تلفن و غیره را نصف می کنیم. من هم از خدا خواسته مکانی دارم که به بهانه کار کردن در آن صبحا از 4 دیواری خانه بزنم بیرون. و اگر در این سالهای طولانی بیکاری دق نکردم، یکی از دلایلش وجود همین اتاق بیقواره قناص بوده و هست. باری در این دفتر 2 میز کار هست و چند تایی صندلی و 1-2 راحتی و 2 قفسه انباشته از کاغذ و کتاب. روی یکی از میزها 2 دستگاه ماشین تایپ فارسی و لاتین باقی مانده از عهد شاه وزوزک قرار دارد که نوشته هایم را معمولاً 2 انگشتی با آنها تایپ می کنم تا پیش سر و همسر بیش از این به خاطر دست خط کج و کوله و خرچنگ قورباغه هم خجالت نکشم. البته واضح و مبرهن است که 1 کتری برقی و 1 قوری کوچک چینی و چند تای استکان و 1 عدد قندان همیشه نیمه خالی هم جزو اساس البیت این دفتر است و خوشبختانه بساط چای بیشتر وقتها رو به راه. 1 مورد دیگر را هم بگویم، حاشیه روی را به پایان برسانم و بروم سر اصل مطلب. آن سوی خیابان روبروی ساختمان ما تازگی ها 1 خانه خدا احداث شده که هر روز صلات ظهر صدای بلند قرآن خوانی و اذانگویی و بانگ مسلمانی از بلندگوهایش پخش می شود، طوری که گوش آدمیزاد که سهل است گوش فلک را هم کر می کند و بنده نیز مثل دیگر همسایگان پس از اذان ظهر گاهی به وعظ و مسئله گویی حاج آقا آیت الله العظما نمیدانم چی از روی اجبار با حضور قلب گوش میدهم و مستفیض میشم. بله داشتم میگفتم که 1 روز مثل همیشه تک و تنها نشسته بودم. از قضا آن روز هیچ یک از دوستان و رفقای بازنشسته بیکار و علاف گذرشان به این طرف ها نیفتاده بود تا از پله های این 3 طبقه بیایند بالا و هن هن کنان زنگ در را بزنند و بیایند تو بنشینند و پس از آن که حالشان کمی جا آمد استکان چای بنوشند و از اخبار و شایعات رادیوهای بیگانه بگویند و سر آخر بپرسند فلانی به نظر تو اینها کی می روند؟ بله نشسته بودم و درست یادم نیست داشتم چه مطلبی را ترجمه می کردم یا چه چیزی می نوشتم که زنگ در به صدا در آمد. با خودم گفتم حتما یکی از رفقاست. در را که باز کردم مرد میانسالی را دیدم جلوی در ایستاده، پاکت کوچکی در دست. هنوز سلام نکرده بودم که تند تند گفت آقا جان این افتاده بود تو راه پله. گفتم شاید شما صاحبش رو بشناسید.
پاکت را گرفتم و تا آمدم داخلش را نگاه کنم، طرف راه افتاد و از پله‌ها تق 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 رفت پایین و همانطور که می‌رفت گفت ثواب داره. داخل پاکت یک عدد پاسپورت بود با عکس از مردی لاغر، اخمو و جدی. عکس همراه خانم ایشان چهره پیرزنی را نشان می‌داد، چاقالو و مقنعه به سر. قرص چروکیده صورت می‌خندید و قبقب درشتی از زیر مقنعه زده بود بیرون. دو برگ کاغذ هم داخل پاکت بود. یکی حکم بازنشستگی سرهنگ نیروی زمینی فلان الله بهمانی دارای شناسنامه شماره فلان، متولد 1302 تهران، فرزند بهمان، بازنشسته شده در تاریخ چند چند 58 شمسی. آن یکی ورقه بود که پس از کمی دقت دریافتم جواز یک اسلحه کمری است با فلان تعداد فشنگ، متعلق و همان جناب سرهنگ نام برده. همین. در را بستم و آمدم نشستم توی اتاق و دوباره مشغول وارسی گذرنامه شدم. مدتی عکس‌ها را نگاه کردم. میشد حد زد جناب سرهنگ قامت بلندی دارد. چهرهش کشیده و دراز بود. لب‌ها نازک و به هم فشرده. سبیل کوتاه. ابروها ضخیم و سیاه و موی سر پرپشت و یک دست سفید. بینی قلمی و سالک بزرگی روی گونه چپ. چشم‌ها و نگاه عزبناک. به طور کلی قیافه‌ای سخت جدی داشت. پس از آن مدتی به چهره خندان خانم بزرگ خیره شدم. فکر کردم این زن و مرد با این همه تفاوت ظاهری جالب است که چگونه سالها با هم زندگی کردند. آنگاه پیش خود گفتم بد اقبال سرهنگا که گذرنامت را گم کردی. چون ناگهان یاد با جناقم افتادم که 2 سال پیش گذرنامهش گم شده بود. البته خودش مدعی بود رفقای سابق حزبی آن را از کیفش زدند. الله اعلم. و وقتی رفته بود اداره گذرنامه اطلاع داده بود و تقاضای تجدید گذرنامه کرده بود، چه پدری ازش جلوی چشمانش آورده بودند. اولا در همان برخورد اول نگذاشته بودند نه برداشته بودند که چند فروختی، به کی و چرا. ثانیا مجبور شده بود یک سینجیم درست حسابی پس بدهد. پس از همه اینها و 6-7 ماهی بردن و آوردن گفته بودند میخواستی مراقب باشی گم نشی، حالا هم خودت برو بگرد پیداش کن. تا اینکه سرانجام با پارتی تراشی و دیدن دم این و آن و پرداخت مبلغی رشوه یا به اصطلاح شرعی تازه رایج شده حق التعجیل، پس از 1 سال و اندی دوندگی گره از کار فروبستش گشوده شد و یک رأس گذرنامه فرد اعلای قهوه‌ای رنگ جمهوری اسلامی ایران دادند دستش، با این تأکید که دفعه آخرت باشه، وای به حالت اگه دوباره بیای بگی گم شد. پیش خودم فکر می‌کردم به احتمال زیاد برای بچه‌های جناب سرهنگ و بانو در یکی از ممالک خارجه به سر می‌برند و سال‌هاست پدر و مادرشان را ندیدند. والدین محترم حتما قصد داشتند پس از گذشتن از 7 خانه گرفتن ویزا سری بزنند به فرزندانشان و دیداری تازه کنند. وانگهی حکم بازنشستگی و جواز اسلحه کمری جناب سرهنگ هم بود. حتما با همین حکم است که هر ماه حقوق تقاعد می‌گیرد و اگر روزی روزگاری ناچار شود اسلحه کمری مربوط را مثلا به منظور دفاع شخصی از غلاف بکشد بیرون و گلوله‌ای در کند یا نکند، آنگاه وقتی مقامات مسئول ازش بپرسند این سلاح داغ رو از کجا آوردی، طفلت چه پاسخی دارد بدهد؟
خودم را گذاشتم جای سرهنگ و حس انسان دوستی و بنی آدم اعضای یک پیکر بودنم گل کرد. برداشتم اطلاعیه مختصر و مفید نوشتم و بعد آن را تایپ کردم. یک عدد گذرنامه و دو برگ ارزشدار رسمی دولتی پیدا شده است. از صاحب آنها تقاضا می شود برای دریافت به مطب چشم پزشکی واقع در طبقه سوم ساختمان شماره فلان مراجعه کنند یا به این شماره زنگ بزنند. بعد رفتم بیرون و 10 برگ فتوکپی از رویش گرفتم و چسباندم به در و دیوار ساختمان ها و مغازه های حول و حوش و البته به دیوار جنب در خانه خدا. هر کس رسید از مغازه‌دار گرفته تا همسایه‌ها ابتدا جویای شرح دقیق قضایا شد و بعد از شنیدن ماوقع نگاهی عاقلانه صفی انداخت به وجنات بنده و سری تکان داد و بنای نصیحت را گذاشت که مگه عقلت کم شده؟ صاحب اینا فردا روز مدعی میشه کیف پولش رو زدی که فلان مبلغ پول و طلا جواهر توش بوده، اون وقت باید بری خر بیاری باقالا بار کنی. لبخند زنان سر تکان میدادم که خیر، شما نمیدونید، این کار خیره. وانگهی خودتون رو بگذارید جای این بنده خدا. اصل همان روز به منشی دوستم که یکی از همین دختران جوان دیپلم گرفته دانشگاه قبول نشده ی بیکار و منتظر شوهر است قضایه را گفتم و حالیش کردم که اگر من نبودم و احیاناً صاحب گذرنامه تلفن کرد نشانی مطب را بدهد به او و بگوید که صبحها همینجا هستم. دوشیزه خانم نگاهی آمیخته به دلسوزی و حسرت به من انداخت و سپس حرف همسایگان را عیناً تکرار کرد. پرسیدم خب دخترم به نظر تو چه باید بکنم؟ گفت هیچ. این پاس هم الان 200,000 تومان تو بازار خریدار داره، شایدم بیشتر، چون همراه هم داره و به خصوص که هر دو مسنن. سرش آورد جلو و با صدای آهسته ادامه داد باهاش میشه پولدارهای ممنوع الخروج، همون طاغوتی های دوران گذشته را از مملکت خارج کرد. بله. بعد که دید دارم ساکت نگاهش میکنم افزود حکم بازنشستگی و جواز اسلحه رو یا بندازید دور یا اگه خیلی دوست دارید ثواب کنید به آدرس اداری بازنشستگی ارتش پست کنید، البته بدون اسم و رسم و آدرس فرستنده، خودشون میرسونن دست صاحبش. من هنوز خاموش بودم و کم کم سرم داشت سوت میکشید. گفت یکی از دوستهای برادرم تو کار آدم بردنه، اگه بخواید میتونم باهاش صحبت کنم. دیدم نه خیر، این دوشیزه خانم منشی مطب که تا آن وقت گمان می‌کردم دختر ساده است و همه ی فکر و ذکرش رژ لب و لاک ناخن و سایه چشم و رنگ گونه و موی سر است و کاکل از روسری بیرون گذاشتن انگار ختم روزگار است و صد تا مثل مرا می‌برد لب چشمه و تشنه برمی‌گرداند و اگر جلوش را نگیرم همین امشب دستم را می‌گذارد تو دست رفیق برادرش و تا بیایم به خود بجنبم من هم شدم یک پا آدم ببر. گفتم خیلی ممنون دختر جان، لازم نکرد، شما فقط گوشت به تلفن باشه و یک زحمتی هم برای من بکش. نمره تلفن اداره بازنشستگی ارتش رو پیدا کن و زنگ بزن، نشانی و تلفن این بنده خدا رو ازشون بگیر تا زودتر پیداش کنیم و از نگرانی درش بیاریم. پشت چشمی نازو کرد و با لبهای قنچه کرده زیر لب برزد هر جور شما بفرمایید. شب هنگام ماجرا را برای همسرم تعریف کردم.
گفت تو که اهل اینجور کارها نیستی، سری رو که درد نمی کنه چرا دستمال می بندی؟ به اون یارو که اینها رو آورده بود برات یه نمی گفتی، خیال خودت رو راحت می کردی. حالا 9 ماه به دل بکش. توبه گرگ از قدیم گفتن که انگار طفلک راست می گفت. بعد فهمیدم واقعا حق داشت. آن شب تا دیرگاه سرزنشم کرد و دست گلهایی را که در این 30 چند ساله زندگی مشترک به دلیل ساده لوحی موروثی به آب داده بودم به رخم کشید، طوری که از شکری که خورده بودم بلا نسبت مثل سگ پشیمان شدم. از فردای آن روز رگبار سفارشات و نصایح بر سرم باریدن گرفت. رفقا می آمدند، در را که به رویشان می گشودم خند خندان می گفتند آقا جان پاسپورت و حکم بازنشستگی و جواز اسلحه ما گم شده، پیش شماست؟ بعد همان حرفها را تکرار می کردم. یکی از دوستان مهندس رضی الله احمدی که سالهاست در وزارت نیرو کار می کند و اقلن هفته 2 بار به من سر می زند، آمد نشست چای نوشید و گفت مرد حسابی، تو که همیشه 8 گروه 9ته، پول کمی نیست 20,000 تومن. حالا اگه سرکار عالی خیلی وارسته تشریف دارید، خودت ور ندار، اون رو وقف عشرت یاران کن. 100 تومنشو میدیم، 1/2 کیلو جنس مرغوب میخریم، 25 لول حق 20 گرمی علیه السلام. خودم سراغ دارم. 100 تومن دیگه هم میدیم بابت ودکای روسی و آبجو آلمانی و ویسکی اسکاتلندی و اغذیه‌جات. 2-3 هفته میریم شمال، جا از من، ویلای پدرزن. یاران هم نفس رو صدا میزنیم، دور هم میشینیم، حالی میکنیم و دلی از عزا در میاریم و داد از این روزگار قدار میستانیم. تموم که شد باز بر میگردیم سر بدبختی های همیشه یه زندگی. ها؟ چطوره؟ گفتم تو هم احمدی جان. دستی به ریش بزی یا به قول خودش پروفسوری فلفل دمکیش کشید. قهقه زد و از جا برخاست. هیکل تنومندش جلوی میز به طرفم خم شد، خیره شد تو صورتم و گفت از ما گفتن بود. لگد به بخت خودت که میزنی هیچ، 2-3 هفته عیش ما رو هم ضایع میکنی. و رفت. عصر نشسته بودم که دوشیزه خانم منشی آمد تو اتاق و پیش از آن که بپرسم چه کرده گفت برادرم با دوستش صحبت کرده، ندید 250 خریداره. پرسیدم کسی تلفن نکرد؟ مدتی به چشمانم خیره شد و بعد اخم کرد. نه خیر. و رفت. 1 هفته گذشت و هیچ خبری از جناب سرهنگ نشد. دوستان و رفقا از ارائه نصایح و رهنمودهای حکیمانه دست شسته بودند. دوشیزه خانم منشی گاهی از برادرش و دوست او نام می برد و آخرین پیشنهاد را که 300,000 تومان بود به اطلاع بنده رساند. دوست چشم‌پزشکم که در جریان قضایی قرار داشت یک بار با خنده گفت فلانی، ماجرای اون یارو رو چنیدی که بیکار بود میشست سوزن میزد به تخمش؟ گفتم آره، چه تو مگه؟ گفت حالا حکایت توست، همین روزهاست که آماس کنه و قربشی. شبها خواب جناب سرهنگ و همسرش را می دیدم که در کوچه ها و خیابان های شلوغ افتان و خیزان دنبال گذرنامهشان می گردن. سرانجام منشی دکتر به اداره بازنشستگی ارتش تلفن کرد. گفته بودند اجازه ندارند نشانی و نمره تلفن جناب سرهنگ را بدهند.
خواهش کرده بود شماره تلفن مطب را هر طور هست به اطلاع نام برده برسانم. همان روز عصر وقتی نبودم، خانم جوان که گویا صبیه جناب سرهنگ بوده تلفن میزند و نشانی مطب را میگیرد و کلی دوشیز خانم را دعا میکند و سپاس میگذارد. روز بعد نزدیک ظهر بود که زنگ در به صدا آمد. در را که گشودم، در راهرو نیمه روشن صاحب گذرنامه را به صورت زنده و تمام قد روبرویم دیدم. بالا بلند، شق و رق، کت‌شلوار تمیز و اتو کشیده به تن، دست لاغر بزرگش را به سویم دراز کرد. سرهنگ فلان الله بهمانی. دستم را محکم فشرد و پیش از آن که تعارفش کنم وارد سرسرا شد و خودش در را پشت سرش بست. حضرت عالی، صدایش بلند بود و حالت تحکم داشت، انگار توی پادگان است و به سربازها فرمان می‌دهد. گفتم بنده زین العابدین حسینی. گفت خوشبختم و با گردن برافراشته اطراف را با دقت و کنجکاوی نگاه کرد. وقتی تعارفش کردم که وارد اتاق قناس من بشود، پیشا پیش راه افتاد، رفت نشست روی یکی از صندلی ها. پرسیدم چای میل دارید؟ با نگاهی سرشار از شک به چشمانم خیره شد. خیر، ممنون. گفتم تازه دمه، آماده است. و رفتم دو استکان چای ریختم و یکیش را گذاشتم جلوی او و خودم هم نشستم و بنا کردم چای داغ را نم نم نوشیدن. عظمت و هیبت نظامیوار جناب سرهنگ در این اتاق قناص آشفته و پر از کتاب و مجله و کاغذ بدجوری تو ذوق می زد. هنوز مشغول بازدید جزئیات اتاق و اشیا و سرتاب‌های بنده بود. دیدم اگر سکوت یک لحظه دیگر دوام می‌آورد ممکن است از ترس غالب تویی کنم. یاد دوران تلخ سربازی افتادم و امر و نهی‌های سرگروهبان‌ها و استوارها و ستوان‌ها و سروان‌ها و سرگردها و سرهنگ‌ها و تیمسارهای دوره بزرگ ارتشتاران که از بدقبالی من آن روزگار در اوج قدرت بودم. این بود که سرانجام سکوت را شکستم. حالتون که خوب الحمدلله. کسالتی که نداری. همان صدای تحکم‌آمیز در فضای اتاق پیچید. بله، چطور مگه؟ دستپاچه شدم. هیچی، در از احوال پرسی بود. راستی، چایتون سرد نشه. تقریبا فریاد زد. شما چه اصراری دارید که من حتما چای بخورم ها؟ دست و پایم را کاملا گم کردم. پته پته کنان گفتم والا اصراری در کار نیست. تعارف کردم. لازم نکرده تعارف کنید. چشم. و دوباره سکوت برقرار شد. سرم را انداختم پایین و الباقی چایم را نوشیدم. جناب سرهنگ از جا برخاسته بود و داشت توی اتاق میگشت. ناگهان ایستاد و فرمان داد کیف منو بدید. گفتم کیف؟ کدوم کیف؟ خودتون رو به اون راه نزنید. کیف رو سریع بدید ببینم. دیدم نه خیر. انگار قضیه دارد بیخ پیدا می کند. از جا برخواستم و کوشیدم تا جایی که ممکن است صدایم بلند و لحنم مثل لحن جناب سرهنگ تحکم‌آمیز باشد. بفرمایید بنشینید آقا جان. متوجه شدم صدایم می لرزد. جناب سرهنگ ناگهان نشست سر جایش و وارفت. آنگاه
تمام ماجرا را از سیر تا پیاز با همان صدای عصبی لرزان برایش تعریف کردم و سرآخر گذرنامه و حکم بازنشستگی و جواز اسلحه را گذاشتم روی میز. همه را برداشت و چند دقیقه با دقت زیر و روشان کرد. پرسید: کسی که اینها رو داد به شما چه ریختی بود؟ گفتم: والا دقیقا خاطرم نیست. یک لحظه بیشتر طول نکشید تا اومدم ببینم چی به چیه رفت. پرسید: چاق بود؟ ریش داشت یا نه؟ لباسش چه رنگی بود؟ گفتم: یادم نیست. گفت: چطور یادتون نیست؟ یعنی چی؟ کجا رفت؟ گفتم: چه میدونم. گفت: چه وقت روز بود؟ چه روزی؟ گفتم: عرض کردم که خدمتتون، هفته پیش صبح. گفت: چه ساعتی؟ گفتم: یادم نیست. از جا برخاست و گذرنامه به دست بنا کرد در اتاق قناص بنده قدم زدم. شما که هیچی یادتون نیست. حالت بازجوها را به خود گرفته. کفرم در آمده بود، سرم درد گرفته بود. با خودم گفتم اصلا تقصیر من ابله هست که این مردک را راه دادم. میبایست همان دم در بهش میگفتم آقا شناسنامت رو نشون بده ببینم تو کی هستی اصلا. بعد هم گذرنامه و کاغذهایش را میدادم دستش و در را به روش میبستم. آمده بودم ثواب کنم، کباب شده بود. دیدم انگار دیگران حق داشتند. خواستم سرش داد بزنم: برو پی کارت مرد ناحسابی، عوض تشکر اومدی از من بازجویی میکنی؟ که ناگهان از بلندگوی خانه خدا صدای مؤذن بلند شد. جناب سرهنگ یکی خورد و سر جایش خشکش زد. گفتم: از آن میگن؟ گفت: بله بله. آرام شد، جلال و جبروتش فرو ریخت و نشست روی صندلی. شهادت دادن مؤذن مسجد به یگانگی پروردگار متعال و رسالت حضرت ختمی مرتبت و ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب انگار به هر دومان یادآور شد که در کجا و چه زمانی زندگی می‌کنیم. در طول پخش اذان جناب سرهنگ چای سرد شده اش را جرعه جرعه نوشید و آنگاه بیان که پرسیده باشم بنای نقل ماجرا را گذاشت. البته دیگر لحنش تحکم‌آمیز نبود، بلکه تا حدی حتی ترحم‌انگیز بود. منزل ما دو چهار را پایین تره. هفته قبل از فرودگاه مهرآباد برمیگشتم. رفته بودم ببینم میتونم یخچالی، تلویزیونی، چیزی بخرم یا نه. خبر دارید که هر کس سالی یک بار میتونه با پاسپورت بره به دلار یا مارک اجناس ساخت داخله رو از گمرک مهرآباد خریداری کنه. البته به شرطی که یک سال سفر خارج نرفته باشه و از معافیت گمرکی خودش استفاده نکرده. 1,500 مارک داشتم. 20,000 تومان هم برده بودم با خودم. چیز به درد بخوری نداشتن. یک مشت فرش ماشینی بود و چند تا جاروبرقی و از اینجور خط و پرت ها. تازه قیمتشون چندان فرقی با بیرون نداشت. خانم اصرار داشت برم. من عمریست چوب این زن رو میخورم. رفتم و خسته و کوفته دست از پا درازتر برگشتم. همین وقت بود که رسیدم همین اطراف. گفتم قبل از رفتن به منزل برم در همین مسجد نمازم رو بخونم. حریدم وسط حرفش که ها حتما وقتی رفتید وضو بگیرید کیف از جیبتون افتاده. ابروهایش را بالا انداخت. خیر، از مسجد که اومدم بیرون کیف تو جیب بغلم بود.
سوار ماشین شدم و راه افتادم طرف منزل. سر همین چهارراه اولی برق رفته بود. راهبندان شده بود. یک آن غافل شدم، اتومبیلم خورد به یک پیکان سفید. رانندش پرید پایین. یک مردکه یغور گردن کلفتی بود با ریش بزی و کت‌شلوار خاکستری. یقمو گرفت که زدی ماشینمو در با داغون کردی، باید خسارتشو بدی. باور کنید فقط سپرم خورده بود به سپرش. اگه بگید یک خط برداشته بود، ور نداشته بود. مدتی توهین کرد و با بنده کلنجار رفت تا بالاخره مردم وساطت کردند و قال قضیه کنده شد. راه باز شد و راه افتادیم. پیچیدم تو فرعی. هنوز 100 متری نرفته بودم که یکی پیچید جلوم و اگه نزده بودم رو ترمز تصادم شدیدی شد. دیدم همون یاروست. پرید پایین و من رو از پشت فرمان به زور کشید بیرون و مدتی داد و هوار کرد که باید خسارت بدی. گفتم پدرت خوب، مادرت خوب، چه خسارتی، چیزی نشده که. خلاصه چه درد سر بدم، کلی جار و جنجال کرد. کسی هم اون اطراف نبود به داد من پیر مرد برسه. آخر سر یک هو از این رو به اون رو شد. گفت باشه، اشکالی نداره، بیا با هم آشتی کنیم. بعد بنده رو بغل کرد و بلا کرد ماچ کردن که ما همه با هم برادر دینی هستیم و اصلا مهم نیست، فدای سرت، تو جای پدرم هستی و از این چرت و پرتا. بعد هم سوار ماشینش شد، گاز داد و رفت. من هم رفتم منزل. تازه اونجا بود که متوجه شدم اثری از آثار کیف نیست. ساکت شد و آب دهنش را قورت داد. قیافه مظلومی پیدا کرده بود که دل آدم به حالش کباب می شد. دیگر هیچ اثری از آن جلال و جبروت و حالت تحکم‌آمیز نظامیوار در وجناتش نبود. گفتم خب پس همون بوده، بغلتون کرده و کیف رو زده. گفت بله بله. گفتم حالا باز خدا پدرش رو بیامرزه که گذرنامه و این مدارک رو انداخته، وگرنه. گفت 200,000 تومان پول بود آقا جان. قصد داشتم با خانم بریم دیدن بچه ها اروپا. پول بلیت هواپیما بود. گفتم واقعا متاسفم. چای میل دارید؟ که صدای زنگ در بلند شد. رفتم در را باز کردم. مهندس احمدی بود. پرسید مهمون داری؟ همانطور که به طرف اتاق می رفتیم گفتم صاحب گذرنامه پیدا شد. وارد اتاق شدیم. گفتم جناب سرهنگ، دوستم مهندس احمدی. مهندس جان، ایشان همون جناب سرهنگ صاحب گذرنامه هست. مهندس احمدی با جناب سرهنگ دست داد و یک راست رفت پشت میز جای من نشست و خندید. خب و حمدالله پاسپورتو پیدا کردید جناب سرهنگ. برای احمدی چای ریختم و نشستم روی صندلی مقابل جناب سرهنگ. متوجه شدم رنگش سفید شده و با حالت غریبی زل زده است به احمدی. چند دقیقه با احمدی گپ زدم. چایش را که نوشید برخاست. ما رفتیم. گفتم کجا با این عجله؟ گفت داشتم میرفتم وزارت خونه، راننده پایین منتظره. گفتم سری بزنم بهت. آخر هفته با برابچه ها داریم میریم شمال. میایی که؟ گفتم الان نمیدونم، باید ببینم. گفت خودم اجازتو میگیرم، نترس زنزلی، پنجشنبه جمعه میریم و بر میگردیم. هرچی بهت گفتیم حرفمونو گوش ندادی که.
عیش و عشرت دو سه هفته ای رو مالوندی رفت پیه کارش، خدا ازت نگذره. بعد قهقهه‌ای زد و با اجازه‌ای گفت و رفت. جناب سرهنگ که هنوز رنگش پریده بود سینه ای صاف کرد و دوباره با همان حالت و لحن تحکم‌آمیز و صدای بلند گفت: این آقا کی بود؟ گفتم: معرفی که کردم، مهندس احمدی، دوست قدیمی بنده. پرسید: چه کار است؟ گفتم: مهندس برق. پرسید: کجا کار میکنه؟ گفتم: وزارت نیرو. پرسید: ایشون زیاد میاد اینجا؟ گفتم: گاهی، هفته یکی دو بار سری میزنه. گفت: شما اینجا چی کار میکنید؟ دیدم ای داد بیداد، دوباره بازجویی سرهنگانه شروع شد و من مادر مرده هم ناخواسته بی اراده به دامش افتادم و دارم صادقانه به سوالهای بی ربطش پاسخ میدم. به خود آمدم و پرسیدم: چطور مگه؟ بلند شد ایستاد مقابلم و داد زد: بنده باید بدونم. خودم را پاک باختم، تته پته کنان در چند جمله برایش توضیح دادم که در این اتاق قناس آشفته چه می کنم و شغلم چیست و اصلا چه کارم. مشکوکانه نیشخندی زد و گفت: چه اینطور؟ و این آقای مهندس هم میاد و میره، ها؟ با هم کار می کنی؟ گفتم: عرض کردم که ایشون در وزارت نیرو مشغولن، سال هاست. که ناگهان ذهنم جرقه‌ای زد. مشخصات ظاهری مهندس احمدی شبیه مشخصات مردی بود که جناب سرهنگ می گفت با اتومبیلش تصادف کرده و آخر سر همدیگر را در آغوش گرفته و مصافحه کرده بودند و کیف آن وسط رو بوده شده بود. دیدم بله، انگار گاوم زاییده است. اصلا حوصله جر و بحث نداشتم. بیچاره رضی الله احمدی، اگر بهش بگویم که جناب سرهنگ چه فکری کرده قهقه خواهد زد، اما دلچرکین هم خواهد شد. از دست نظامی جماعت به خصوص نوع سرهنگش دل پرخونی دارد. مرحوم پدرش سرهنگ شهربانی بوده. برایم از هارت و پورت ها و ظلم و زورگویی هایش داستان ها نقل کرد. در اوایل دهه 50 وقتی احمدی دانشجوی سال چهارم پزشکی بوده، ساواک او را دستگیر می کند. پدر فوت کرده بوده، اما عموها و داییها که آنها هم سرهنگ یا امیر ارتش شاهنشاهی بودند وساطت می کند. نتیجه آن که به جای حد اکثر یک سال حبس کشیدن و سپس آزاد شدن، کشیده می شود زیر اخیه ساواک و باز کتک و شلاق و شکنجه که ای نمک به حرام، تو خودت با نان و آب ارتش اعلی حضرت بزرگ شده ای و توانسته ای بروی دانشگاه درس بخوانی، آن وقت خائن از آب در آمده ای، حالا باید جبران کنی. و انقدر بر او فشار می آورند که ناگزیر در شو تلویزیونی همان مقام معروف امنیتی شرکت می کند و ناچار تن در می دهد به اظهار ندامت و طلب بخشایش از پیشگاه شاهانه. پس از آن دو سال و اندی در زندان نگهش می دارند و بعد هم از دانشکده پزشکی اخراجش می کنند و به سربازی می فرستندش تا ظلم و جور نظامیان را هرچه بیشتر و بهتر درک کند و بعدها دوباره کنکور بدهد و پس از 4 سال مهندس شود و تا سالها بعد به خاطر همان مصاحبه زورکی کذایی و اعترافات دروغین و مسخره فرمایشی اجباری
وجدانش معذب باشد و شبها کابوس شکنجه ببیند و به ضرب و زور افیون خود را آرام و سرپا نگه دارد. طفلک مهندس احمدی که عمری با عزت و شرف و رنج و زحمت زیسته است و مطمئنم آن توصیه های عیش و عشرت طلبانه اش همه شوخی بود و قهقه هایش همه برای پوشاندن و پنهان کردن اضطراب و عذاب درونی و در واقع گریه های در خلوت بوده و هست. و حالا در نظر و به گمان این جناب سرهنگ شاهنشاهی بازنشسته جمهوری الهی اسلامی، من و او به صورت اعضای یک باند سرقت در آمده ایم که یکی من می رود روزها در خیابانها با ماشین می چرخد و تصادف ساختگی ایجاد می کند تا با امثال این جناب سرهنگ دست به یقه شود و بعد ماچو بوسه کند و کیفش را بزند. آنگاه پولها را بر می داریم و بعد با کلی درد سر طرف مربوط را پیدا می کنیم و به بهانه پس دادن مدارکش او را می کشانیم به اینجا تا هر دو به ریش تراشیدهش هر هر بخندیم. صدای جناب سرهنگ مرا به خود آورد. بفرمایید ببینم این دوست به اصطلاح مهندس شما اتومبیل هم دارد؟ دیگر داشتم از شدت خشم منفجر می شدم. از جا برخواستم و فریاد زدم: بله، پیکان سفید داره. فهمیدی یا نه؟ حالا برو پیکاره، پاشو برو بیرون، یالا. و دستش را گرفتم، کشاندمش طرف در، در را باز کردم، هلش دادم بیرون، در را پشت سرش محکم زدم به هم و در حالی که همچنان از شدت خشم می لرزیدم یاد ضرب المثل مضحکی افتادم که مهندس احمدی گاهی بر زبان می آورد: بیا ثواب کن، فلان بچه یتیم بگذار.